روز شنبه خیابان‌های بروکسل میزبان هزاران نفری بود که در جشن خیابانی موسوم به زینکه شرکت کردند. لباس‌های رنگارنگی که مردم در این جشن به تن می‌کنند نمادی از چند فرهنگی بودن شهر بروکسل است. جشن امسال در حالی برگزار می‌شود که خاطره تلخ حملات مرگبار ابتدای بهار هنوز از ذهن بسیاری از مردم پاک نشده. امروز واقعا یک روز نمادین است. هیجان زیادی بر اینجا حاکم است. فقط دو ماه پس از حملات بلژیک مردم دوباره نفس میکشند. واقعا میخواهیم لحظات خوبی را در کنار هم تجربه کنیم. De communier, d'être ensemble et de partager un beau moment. درباره اینکه در این جشن شرکت کنیم یا نه با هم بحث میکردیم. اما تصمیم گرفتیم که اصلا به حملات فکر نکنیم و فقط بیاییم. جشن با شکوه بزرگی است. حالا همه مردم بروکسل می توانند پایکوبی کنند. درباره حملات می خواهم بگویم که این فرصتی است برای ما که به خیابان ها بیاییم و بگوییم که خیابان ها متعلق به ما هستند. علاوه بر صدمات جسمی و روحی ناشی از حملات بروکسل، این حملات بر کسب و کار مردم هم تأثیر جدی گذاشته، به طوری که در بعضی از کسب و کارها تا حدود 60% کاهش درآمد گزارش شده. گزارشگر یورونیوز میگوید چند روز قبل سازه یادبود قربانیان که در منطقه تجاری شهر بروکسل ساخته شده بود برداشته شد. حالا جشن خیابانی امروز نشانه دیگری است از اینکه مردم بروکسل میخواهند به زندگی عادی برگردند. روز یکشنبه مراسم دولتی ادای احترام به قربانیان حملات بروکسل به 18 نفری که هنوز در بیمارستان هستند برگزار میشود. Ancora 18 persone che si trovano ancora ad oggi negli ospedali a Bruxelles. Arianna Sgammotta, Euronews, Bruxelles.